خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. بویش خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوشادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. دشت و باغ و چمن خندان شد از باد بهار. انگار وقت عاشقیه ای یار ای یار، انگار وقت عاشقیه ای یار ای یار. که همه پرنده ها رها شدن، همه کوچه ها خوشگل و با صفا شدن. بیا که بخندیم، بیا که بخندیم، دستامونو به دست هم دیگه بدیم، حرف عاشقونه توی گوش هم بگیم. شادی بیاریم در و روی غم ببندیم، شادی بیاریم در و روی غم ببندیم. بوی عشق و شادی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوشحالی میاد، انگار اینجا مهمونیه. فصل گل شده دوباره، سختی رفته آسونیه. بویش خوشحالی میاد، انگار اینجا مهمونیه. 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 بفرمید. به نام خدا. سلام، خوبین، خوشین، سلامتین. خیلی خوشحالیم در خدمتون هستیم با یک برنامه از سری برنامه‌های مهمونی. مهمان داریم. مهمانمون قدش یکم بلنده، یکم یعنی خوبه، قدش بلنده. و جالبیش اینه که در کودکی اون از کودکی میرفته به کوه و این چیه اینجا؟ چه وضعیه اینجا؟ شباش چی کار داری میکنین اینجا؟ با شما؟ بله؟ انار میخورین اینجا؟ بله؟ انار داری میخوری؟ آی تماس صداش داشت میومده، آی تماس اینو بده عقب. آها ببین، من چند بار خواهش کردم، گفتم این منطقه رو شما سرم سرما میخوره. گوش میدی با من؟ یه خود آب رو پام میریزی های تماس رو باد بریزم، همین تشته بردار بریز رو. خیلی عزت میخوام، خیلی عزت میخوام. آب گن بفرم. آخی یه زی پشتم بفرم، یکم پشت. خوبه؟ عادی دیجه، باید یه سنگ پام بگیریم. سنگ پا داشتیم. من چون با پای راستم هی ریتم میگیرم، این خیلی کبره بسته. من ببینید چی بسته؟ کبره. من تا سه کمه، تا ده میشمورم، همه اینا رو باید جمع کرده باشم. نه نمیشه، تا ده نمیشه. ده خیلی زیاده، اگه میخوای تا پنج جمعش کنیم. هی میخندی آی طهماسب؟ تا وقتی شرایط ما اینجا اینجوریه، تقاضای جمع کردن و که این بند رخت و اینا جمع شه رو از ما نداشته باشه. اونو بر ندار آقا، اونو بر ندار. آقا ایدج چیه؟ چه دست میزنی به اینا؟ خوش داشت بعد اینجا بابا دارم صحبت میکنم. زشته آقا، زشته، خیلی بده این کارا. چی زشته؟ میگه با آقا ایدج، ما درست بی بند و بادی، ولی یه بندی نمیتونیم داشته باشیم که لباسامو روش بندازیم خوش بکنیم. از من اینجا من برنامه اجرا میکنم، ما هر جای لباس خوش میکنیم. شما میگه اینجا نذار، ولش کن بابا، هر بار میگه اخراجی آهنگو بذار حال کنیم بابا. حال کنی؟ آره. روشن نکن. چه مهربونی، نمیدونم میدونی که عشق ما شما هست. من یه ذره صحبت دار بکنم با اینا، یه ذره حرف بزنم در خدمت شما. چشم سیاهت مثل آهو درشته، رحمی نداریم
و رنج و دردم. آخ آخ آخر مگه من با تو چه کردم؟ اینقدر چرا لج میکنی؟ هی چشماتو کج میکنی؟ اخراجی منو خردی؟ چرا رفتی تو من اخراجی؟ اخراجی درد نمی کنیم آقا، لوله کشی کنی از آب گرم داشته باشیم. ما اینجا زندگی نداریم از دست شما. حالا چرا وایسادی منو نگاه میکنی اینجوری؟ خب دارم پوست میکنم دیگه. خب انگار با ناز و ادا پوست میکنی، انگار تازه عروس هستی. سیبه. سیبه علکی خب... که نیست. سیبه زجیش میدی مامان جان. سیبه، سیب میدونی چقدر با ارزش، این چقدر خوشمزه است، چقدر شیرینه، چقدر دوست داشتنیه. یه کسایی رو من دیدم که میرن سر یخچال دو تا سیب میخورن. چه کسایی هستن؟ یکیشو با پوست میخورن. خوب یکیش هم بدون پوست. بگم کیه؟ میدونی خودت اومدی تماشا کردی؟ آره، پس شما که سیب دوست داری که منم دوست دارم. خوب همه سیب دوست دارن دیگه، سیب شیرین هست دیگه. دوتا دوتا؟ دوتا دوتا، ستا ستا. تو همین رو اینقدر ناز نکن دیگه. چه دست نوچ میشه، میترسی دست نوچ بشه؟ آره دیگه، من که مثل شما گرگ و بلا نیستم. ای وای گرگ و بلا، یعنی هر روز چیزای جدید جدید میگیاتم. شما تو کار گرگ و بلایی دیگه. تو کار گرگ من که بلد نیستم. من دیدم یه وقتایی داری با یکی حرف میزنی گرگ و بلا میشم تو آشپزخونه. بله دیدم با یک کسی حرف میزنی. کیه اون که باش حرف میزنی؟ تماس بگو. کسی این دوروبر نیسته؟ نه هیچ کنم. ببین بالاخره به هم رسیدیم. پس درست حس زده بودم. اینطور است، به هم رسیدیم. بالاخره به هم رسیدیم. خب میگی راستشو؟ میگم راستشو. بگو کیه، چیه، چجوریه؟ برای ما خیلی مهمه بدونیم. تو خیابون دیدمش. الان من بگی خوب. خوب زیر بارون دیدمش. خوب مثل لیلی بود، اون من به چشم هفتون دیدمش. یعنی اون مجنون بوده شما لیلی، یا اون لیلی بوده شما مجنون؟ همون، اینطور است، اینطور است، همون. خیلی خوب تماس، این باب دل منه. به به باب دلم است. به 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 قد بلا کشیده. به 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 قد بلند کشیده، قد بلند. اصلا به شما نمی اومد. اصلا من اصلا فکر کردم دیگه اصلا کاری به این چیزا نداری، ولی خوبه این حرفای. مگه من دل ندارم؟ مگه من قلبم چرا از چرا خانم، چرا خانمای مسنم میتونن علاقمند بشن؟ چرا چه مشکلی داره؟ من اینطور است، منم دل دارم. بله جوونیام عاشق بور بودم. بله تماس، این کچله. آخ فقط کچلا آه، یعنی هیچی اصلا مو ندارن. تو بگو یه دونه. آچه گشتم دیدم آه، یه دونه مو هم تو کلش نداره. خب چه ایراد داره؟ حالا یه کسی هم اینجوریه دیگه. ایرادی که نداره مامان جان، خوبم هست. تو اون برق کلش من برق چشای خودم رو میبین، همش برش میگردونم، پشتشو که کرد میرم جلو، برق چشای خودم رو تو برق کلش میبینم. یعنی این اجازه رو میده شما بری پشت سرش تو کلش نگاه بکنی، خودتو ببینی؟ از خودش هم باشه، چرا اجازه ندی؟ پس خیلی با چیز خوبی باید باشه، یعنی خیلی بگو بخند و شاد و خوب چیزی هست. خیلی زرنگ هست. آره آره خوب هست، خیلی خوب هست. ببین بعد این تا
تن ماست. این مهمه، فقط قیافه نیستش که. بله فقط بله. قد بلند و اینا چیز میشه. بله اینا ظاهر میشه، چروک میشه. بله. اینا موندگار نیستن که. ظاهر اصلا مهم هم نیست. دو هفته ظاهر مهم است، اما این میمونه، اون اخلاقیاتی که میمونه که سردی و گرمی چشیده، این خیلی تحمل گرمی داره. سردی داره. از این کساست که سردی گرمی چشیده است. اینطور است، همینطور است. خب پس یعنی قشنگ با شما قشنگ میشینی صحبت میکنید، خاطره دارین، حرف میزنیم با هم دیگه. خاطره داریم. ببین این فقط این قشنگ باب دلم است، ولی فقط یه ایراد داره، اونم خیلی دهنش خیلی گشاده است. دهنش گشاده، همین یه ایرادو داره دیگه. خیلی دهن گشاده است، همینجوری هم دهنش همیشه بازه. خب بعضی ها اینجوری هن، بعد خودشونو اصلاح بکنن. میدونی بعد چلو دهنشو بگیره، دهن گشاد بودن خوب نیست، هرچی بگی آدم نه خوب نیست. اینطور است. آره؟ آره خوب نیست. آره. ولی سر میکنم دیگه، خیلی علاقه دارم بهش. خیلی خوبه، خیلی خوبه. همدم منه، این تو آشپزخونه همدم منه. مگه تو آشپزخونه اینجا اومده؟ آره دیگه. چه چیزا من دارم میشنوم اینجا، من خبر ندادم. خبر نداری؟ اگه برای ما اینجوری خودتو نگیری، وقت بذاری برای ما، تو هم بیای پیش ما بشینی، میبینی خبردار میشی. بله آقا. خب پس غیر از من کسی، یعنی غیر از من کسی دیگه هم، یعنی همه ندیدنش یا همه دیدنش؟ همه چی؟ همه بالاخره همه ندید. همه دیدنش؟ همه دیدنش، همه دیدنش. فقط من ندیدمش، همه دیدن؟ فقط تو ندیدیش. عجب عجب. ببین عجب عجب. میگم گرگ و بلاست. گرگ و بلاست، اینو جدید یاد گرفتی ها، تیک بارو میکنی منو. تماز مامان جوشان تو خوردی؟ بله بله. من فقط میخوام خواهش بکنم ایشونو بیارید، من باش آشنا بشم، یا من بیام پیش ایشون با هم آشنا بشیم. به هر حال ما میخوایم دخترمونو بدیم به ایشون. آهان. باید بدونیم که کیه، چیه، کارش چیه. آهان. شغلش چیه، اینا رو باید بدونیم. شغلش چیه؟ بله کارش چیه؟ چرا مامان چرت و پرت میگی؟ چی چرا چرت و پرت میگم؟ باید بشناسیم دیگه، میخواد بیاد تو این خانواده، باید ببینیم کیه. اومده دیگه. خب مگه ملاقه هم مگه شغل داره؟ ملاقه چیه؟ میگم این کسی که میگی خیلی خوشت اومده، بعد بیاد اینجا دیگه. خب اومده تو آشپزخونه هست دیگه، ملاقه هست دیگه، خریدم دیگه. قیافتو چی رو؟ ملاقه میگی؟ یعنی این رو داشت راجعه یه ملاقه میگفتی؟ آره دیگه. من دیوونه نشدم اینجا، واقعا خوبه. خب ملاقه بود دیگه مامان جان. آخ چرا اینقدر حرفای عاشقانه و دیدم زیر بارون دیدم ایناش؟ اینه؟ اینه. گرفتاری شدیم ما. گرفتار نشو ناقلا، یه تیکه از اون سیبر بده، اون هستش هم در بیار. بفرمایید برای شما. ما هسته نمیخوام. زیادی سیب زیادی نیست برای تو، زیاد میخوری خوبه؟ آره بده، نخور تو، بده من ببرم. بله؟ تو زیادیش برای خوب نیست، برای سلامت بد است. بده بله. من ببرم، میدم جوجه ها بخورم. آره جوجه ها بخورم. جوجه ها بخورم. تماز، مرسی برای درخ، گل قلبم. مامان جان من برم دیگه، خوب کار دارم، بعد برم. این بچه ها منتظر من هستن، فقط این مهمون عزیزت که میخواد بیارش. بله. تو این جا قندیه که گل سرخی داره دورو برش. بله بله. تو اون قند ریختم، خوب است؟ خوبه. آره قند خوبه، و اگه چای بیارن که واقعا. به من بگو اون قنده رو از جا قندی بر بدارم. تو رو به جاش بریزم تو قندون. باز شروع کرد. از دست این من چی کار بکنم آخه؟ باشه مامان، داری میری، داری میری، اون گلدونه نیفته بشکنه، اون گلای توشو وردار، خودت بشین اونجا تو گلدون. خیلی ناقل هستی مامان جان، سیب تو بخور، برگ گلم
پهلوتم بپوشو مامان جان. چشم، پهلوم پوشیده. آره. کاری نداری با من؟ دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. گل قلبم. در خدمتتون هستیم، منتظریم مهمان بیاد. سیب بفرمایید. یه دونه است. خانم آسایش. خانم آسایش. خانم آسایش. جانم. خانم آسایش اینو نگاه کن یه ذره، من این یه ذره دو دلم، دو به شکم. دو دل چی هستی؟ یعنی منظور چیه؟ یه خواستگاری من منو بگیره ببره. خواستگاری تو بیاد این شما به این آدم بیاد خواستگاری تو؟ 100%. تو ایشون رو میشناسی؟ نه. آها نمیشناسی ولی میخواد بیاد خواستگاری. میدونی کیه؟ عکس کیه؟ کجا دیدیش اصلا؟ همینجا من عکسشو دیدم. این آها عکسشو دیدی و دیگه میخواد قشنگ. آره مال من عکس. خوشگل من. این یه هنرپیشه خارجیه. وای اینجا زندگی نمیکنه. خانم آسایش جان شما بهش بگو بیاد دیگه. سلام. سلام علیکم. سلام. خسته نمیشید؟ شما خسته نباشید. من بهش بگم بیاد، یعنی بله شما بازیگری هم دیگه رو میشناسین دیگه، بهش بگو بیاد یه دیت. مگه همه بازیگرا هم دیگه رو میشناسن؟ باشه اون یکی نه، اون یکی دو تا رد کن. دو تا رد کن. اینجا داره ببینم تو همینجوری سرچ میکنی هرچی خوشت اومد و میخوای بیاد خواستگاریت، اینجوری سیستمه؟ خب من نمیشه واقعا. نه اینم یه هنرپیشه دیگه است، من تو این چینیه فکر کنم. چه باسلیده یا به نظر من که چی شو صحبت کنم؟ سر صدا چی از پشت داره میاد؟ درست اونا رو تا کن جانم. یه عکس دیگه سر تو نشون بده، عکس اون سالوادور بود. کی بود؟ اینو نگاه کنی، نگاه کنین خوب خوب خوبا. این از اوناست که میکنم که من برم خرید کنم. وای میسه دمه. من خریدم و میکنم، بعد منو سوار میکنه میبره اونجا منو میذاره. الان همه اینا رو واقعی گفتی؟ همینجی علکی دیگه. تو هم اینو نمیشناسی، این گوینده اخباره. آره مهم نیست بچه. اینا چی اینقدر همه جا سفید آویزون کردی؟ اینجا لباس جوش خراب شده بود، بعد دیگه ما اینا رو خودمون شستیم. باید اینجا دیگه جای پهن نداشتیم، آوردیم اینجا پهن کردیم. حالا خیلی کار داریم، بس سری اینا رو جمع کنیم. اون رو درست تو کار چیه اینجا؟ من منشی مخصوص آقای رجم. اوه شما کاری عروسی بود من برای شما گل آوردم. مرسی، خیلی متشکرم. خب اگه منشی مخصوص آقای طهماسب هست بله بله. ایشون کی میان؟ زود میان. حالا اون یکی عکسو من می‌خواستم نشون بدم شما. یه بس نگاه کن، نظر شما برای من خیلی مهمه. خب خیلی ممنونم که نظر من برای تو مهمه. خب نگاه کن چشماش خیلی قشنگه. چشماش خیلی زیباست. این مسالمت جو قیافش. خوبه. مسالمت جو به چه درد تو میخوره؟ خیلی چون میلیون میلیون سرخ گل برای این کمه. اصلا من منتظرم که همین بیاد. شما میشناسیش؟ اینم متاسفانه یک هنرپیشه دیگه است. همه رو میشناسه. خب من فهم کنم تو فقط میزنی نه تو خود یه دونه بیاد دیگه، هر چی اومد دیگه، هر چی باد. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ حتما خوبه. مرسی، متشکرم، خیلی ممنون. ببخشید اینجا چه فیشه الان خبر جمع می‌کنیم. ببخشید چرا اینجا اینجوری کردی؟ خیلی عذرخواهی می‌کنم. نه خواهش می‌کنم، اینجا این شکلی نبود. ممنونم. با بینندگانمون خانم آسایش زنگ بزن به من. من فقط یه گل آوردم برای بچه گذاشتم. آره دست شما درد نکنه. خیلی مراقب خود باشید. بله حتماً. به من سویلا زنگ میزنه الان ببر. ایرج خان، ایرج خان بری چی به تو گفته بشی منشیش؟ آقا تو همه چی دخالت نکن. گوشی تو بردار بیا بریم. سلام با بینندگان توی منزلم اگه میخواین گفتگویی. بله سلام به بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، شاد باشید و از همه مهمتر تندرست باشید. من اصلا یادم رفت این دوستان میخوام برای شما یه خیر مقدم آمده. سلام علیکم. سلام. تشکر میکنم، خیر مقدم عرض میکنم.
خانم آرامش خیلی خوش نصیب آوردین. خیلی خوش اومدید خانم آرامش. آن گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گلچین روزگار امانش نهد. چه هست مال اینجا نیست؟ خانم آرامش آسایش، یه لحظه میتونم من کنار شما وایسم؟ بله. شد و شد. برای چی؟ درسته، همقدی. چی شد؟ خانم آدمش، بله، من با ایشون شرط بستم. ایشون دیگه نیم متر از شما بلندتره. نه اون تو تصویر اینجوری به نظر میشه. الان دیدم نه، همقدیم. نه همقدیم، کاملا درست میگید. البته الان که دارم نگاه میکنم شاید یه 2-3 سانت شما بلندتر باشید. شاید هم من کوتاه‌تر باشم. بله بله، ما بریم یا خیر مقدم؟ نه نه خیر مقدم آماده کردیم. چه خیر مقدم، چه خیر مقدم. برای شماست. چی میشه رد بشی از آسمون، یه نگاهی کنی ویشکا خانوم، ببینی بند ما چقدر خفن شده، کاش بیای بشی اسپانسرمون. چی میشه رد بشی از خیابون، ببینی نصب شده بیل بردامون. تقصیر ما چیه خیلی خفن شدید، از خدا تم باشه بشی فنمون. از خدا تم باشه بشی فنمون. خیلی خوب، خیلی خوب، آرامش ایزده آسایش. خیلی خوب، آرامش آسایش. محصولات آرایشی برای خریداری آسایش. آیا بس بله آسایش بله، میخوایم بریم گفتگو. یه لحظه آقای ایدش، من یه سوالی بپرسم. بفرمایید. My friend me is the question. شما لازم نکرده بخوای انگلیسی حرف بزنی. بفرمایید. Be quiet. بگو. خانم آدمش، do you like music؟ میگه شما لایکتون هست تو میوزیک؟ Yes, of course I like music. میگه yes, of course. خیلی ممنون. And do you play any musical instrument؟ میگه is a musical miscellaneous instrument. شما حرف نزنید. Yes. Yes, I do play the piano. میگه yes, I am a player من تو پیانو. شاباش خفه شد، گند خفت میکنه. Okay, so you were saying. And recently I have started to learn electric guitar. میگه که الکتریکی هم داره. Electric guitar. خیلی خوب. So how about you join us in the B band, the bar band? Okay. ما بریم برای گفتگو با اجازه شما. ترجمه کنه بفهمم چی شد. آقای ایدج ما داشتیم حرف میزد. آخرین بارت باشه با زبانی غیر از زبان مادری، پدری و برادری با من حرف میزنه. تشکر میکنم. این هنرمندی که گفتیم در کودکی قدش بلند بوده و میرفته کوه، از کودکی خانم ویشکا آسایشن. خانم بفرمایید چرا، چی بود، چی شد، چه جوری؟ یه خاطره رو بعد از زبان مادرم بگم و بعد برسم به اون. آره بگین. آره خوش آمد. کوه که خیلی برای خودم همیشه جالبه. درست. و اونم اینه که میگه من خواهرم 1 سال از من بزرگتره. وقتی که من به دنیا میام، حالا 1 سالمه، خیلی شیطونم، مادرم تو خونه غذا درست میکرده، تو آشپزخونه، از این پارک ها اون موقع که بچه ها رو توش میذاشتن با یه گانم اسبابازی که سرشون گرم بشه، پارک ها توری داشت، از این توری های این شکل لوزی لوزی. بعد مادرم میگه که تو رو گذاشتم اون تو و برای خودم داشتم کارام میکردم و حالا پشتم بهت بود، گفت برگشتم دیدم پا تو هی لای این توری ها گذاشتی و خودت رو کشوندی اون بالا، دقیقا رو مرز سقوط بودی. آره. مادرم من رو گرفته و خب پس میکنم کلید اونجا خورد. خب پس استارت. آره چی کشیده مادرت رو؟ آره هرچقدر خواهر ایوانکیم آروم و آره ساکت و خدا رو شکر شما. آره. خیلی پر انرژی هستین. هر چیزی ما شنیدیم راجع به شما همش انرژی بوده. چقدر خوب، چقدر خوب. نه خیلی خوبه. این چیزیه که الان خیلی کم داریم. جوانه یه ذره به نظرم میاد یه ذره بعد انرژیشون بیشتر بشه. بیشتر. آره. نمیدونم حالا مال کتاب خوندنه، مال نمیدونم این موبایل هاست، مال چیه؟ یه کمی مال همین دنیای دیجیتالیه به نظرم. آره به نظرم. این موبایل و این من تو کوچیک تو بچگی یادم میاد که فقط می دویدم یا درخت می رفتم بالا یا از دیوار می رفتم بالا یا یکی بعد منو می گرفت می شود. چقدر خوب.
ازتون میخوام خواهش بکنم 5 تا کلمه خوب به ما بگید، کلماتی که میشنوید کیف میکنید. این کلمات برای شما خیلی خوبه، دوستش داره. اولیش آریانا. آریانا؟ آریانا اسم مامانم. آها، به به. ولی دوست دارم، از آهنگش خوشم میاد. خیلی خوبه. حالا سوا این که مادرمه. بله بله. مشخصا. بله بله، اون که هیچ. دومی قله. قله. چقدر خوب. چقدر خوب. قله دوست دارم. آره. دو، سه، نوت موسیقی. نوت موسیقی. نوت. بله. کلمه‌ی مندراری هم میتونه باشه، یه سه تا دارم. بگین شما دوست دارین. آره، شما دوست دارین. آره، آره. آره. بگی با فسماکت باشه. با فسماکت باشه. جمله است که. نه، با فسماک. با فسماک. آره. معنی خاصی نداره. نه، یعنی تشویقی بود. خیلی خوب، خوب، قشنگه. با فسماک. با فسماک. خانم آسایش دوست دارن. و یه دونه دیگه قسطنطنیه. قسطنطنیه اون یکی یادم رفت. با فصل ماک. خب 5 تا کلمه به من بگید خیلی بدتون میاد میشنوید، یعنی نفرت دارید اصلا کلماتو میشنوید عصبانی میشید. نه بابا، یکی دستت درد نکنه. دستت درد نکنه. عزیزمی. عزیزمی. خانومی. خانومی. آها، چیزو چی میگن؟ رایانه. رایانه. آها. شما دوست نداری؟ نه، خوشم نمیاد. یه دونه دیگه هم میخوای؟ یکی دیگه. تخم مرغ. تخم مرغ؟ بسیار عالی. پس یه بار از اول بگی چیزای خوبی که گفتین و چیزای به ترتیبی که گفتین، میخوام ببینیم چقدر حافظه. آریانا. بله. قله. قله. با فسماک، قسطنطنیه، این شد 4 تا ها. یه دونه هم گفتی. یکی دیگه هم گفتم؟ آره. پیانو، نوت موسیقی. نوت موسیقی، بله. آره. بعدا چی ها بود؟ به همون ترتیب بگم. آره، به ترتیب بعدا هم بگی. آره، بعدا یکی دستت درد نکنه، عزیزمی، خانومی، رایانه، تخم مرغ. بله، چقدر عالی. اگر امکان داره یه مطلبی بگید، هر مطلبی که توش این کلمات رو بذارید. اوکی، خب. عجلم ندارید. میکس همه باشه یا خوبها با خوبها، بدها با بدها. اگه اون کارو بکنید که بی‌نظیره. ولی نه، خودتون رو محدود نکنید، راحت باشین. آره. خانم آریانا از کلمات عزیزمی و خانومی و دستت درد نکنه. بله بله. بعدش میاد. بعدش میاد. تصمیم میگیره بره به قسطنطنیه. در آنجا بره قله آریانا. بره قله آریانا. قله آریانا. خود قله آریانا. یک تخم مرغ بخوره و در رایانه ثبت کنه. در رایانه خودش رو ثبت کنه. بسیار عالی. میشه خواهش کنم که بعد از هر کلمه، این جمله‌ای که گفتیم، بعد از هر کلمه‌ای که میگید یه او اضافه بکنید. هر کلمه. هر کلمه. هر کلمه. خانومو، آریانا او، از او کلمات و خانومی و عزیزمی و دست در نکنه و خوش تو اینو. نمیادو. 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 تصمیم و میگیره و بره و قله و قسطنطنیه و فرانسوی رو به اونجا تخم مرغ میخوره و خودش رو در رایانه و ثبت میکنه و خیلی عالیه، خیلی قشنگ. با ای هم میتونید بگید؟ ای. مثل ایو کیا استفاده میکنن؟ نمیدونم، یه حالی میده. خانومی آریانایی از ای کلماتی، خانومی، عزیزمی، دستت درد نکنه، ای، خوشتی، نمیادی، تصمیمی، میگیری، میگیری، بری قله ای، قسطنطنیه ای، تخم مرغی بخوری،
تخم مرغی بخوری، خودشی در رایانه‌ای ثبتی کنی. جالب نیست؟ آره. که میشه زبانها، میشه حالت زبانهای مختلف تو کشورهای مختلف، یعنی مثلا خیلی مثلا الان یه ذره ژاپنی شد یه جایش، اون یکی یه ذره فرانسوی شد، یا تو میشه مثلا لهجه های خودمون گاهی وقتا یه صوتی هستش که چیز میشه. میتونم خواهش بکنم که بعد از هر کلمه‌ای که میگید بگید ای خدا؟ خانوم ای خدا، آریانا ای خدا، از ای خدا، کلمات ای خدا، خانومی ای خدا، عزیزمی ای خدا، دستت درد نکنه ای خدا، بعدش ای خدا میاد ای خدا، تصمیم ای خدا میگیره ای خدا بره، ای خدا قله، ای خدا قسطنطنی، ای خدا تخم مرغ، ای خدا بخوره، ای خدا خودش. خیلی عالی. این جملات، این کلماتی که میگفتین رو میخوام، کلماتتون رو خیلی قوی بگید، ای خداها رو خیلی ضعیف بگید، یعنی ای خدا، ولی کلماتتون رو قوی بگید. باش. خانوم ای خدا، آریانا ای خدا، از ای خدا، کلمات ای خدا، عزیزم ای خدا، خانومی ای خدا، دستت درد نکنه ای خدا، بدش ای خدا میاد ای خدا، تصمیم ای خدا، نه تصمیم ای خدا میگیره ای خدا بره، ای خدا قله، ای خدا قسطنطنیه، ای خدا. دیدین چقدر بعضی ها اینو دارن؟ آره. یعنی یه تک کلامی دارن که بعد از هر کلمه یه جمله‌ای به کار میبرن. آدم میگه چرا؟ آره. مثلا داریم بله. مثل چیا هست تک کلامایی که شنیدین براتون آشناه؟ همین عزیزمی. عزیزمی. آره. خانومی. آره. عزیزمی. خانومی. بله. عزیزم. آره. عزیزم. آره. آره. داره حرف میزنه. هی عزیزم. عزیزم. آره. خیلی عالی. سه تا حس داریم دیگه، خودتون اطلاع دارین، شادی و غم و عصبانیت، این سه تا رو داریم. بله. اگر بخوایم که از شما خواهش بکنیم که با یه دون از این حسا این جملات رو بگین، امکانش هست یا نه؟ میخوای شما انتخاب کنی؟ شاد شادش رو بگین. شادش. خانم آریانا، خب از کلمات خانومی و عزیزمی و دست درد نکنه اصلا خوشش نمیاد و برای همین تصمیم میگیره بره قله قسطنطنیه، فکرشو بکن. و بعد اونجا یه تخم مرغ در میاره، تخمش میخوره رو قله. قله. بعدش خودشو تو رایانه ثبت میکنه. خیلی عالی، خیلی زیبا. حس غم هم میتونیم بینید، خیلی حس سختیه، ولی میخوام تست بکنید اگه امکانش هست، چون جملات واقعا مهم نیستن. نه دیگه. تو بازیگری شما درسته. بهتر از همه میدونید، همیشه حساس که اون کار اصلی رو انجام میده تا کلمات. حالا با این جملاتی که خیلی هم بی ربط آدم بتونه یه ذره غمگین حرف بزنه خیلی باره. سخته، ولی میخوام ببینم. عجله نداریم، سعی میکنم. آره. چون خیلی بذاری قشنگ حسش بیاد. خانم آریانا، از خانومی و عزیزمی و دستت درد نکنه خوشش نمیاد، بعد میره قله قسطنطنیه، تخم مرغشو میخوره، بعدش هم خودشو تو رایانه ثبت میکنه. دیگه پیش میاد دیگه، برای هر کسی مشکلاتی داره. شالا غم آخرتون باشه. خیلی سخت بود. شما اصلا خیلی میخواییم یه میوه یه چیزی بخوریم، یه چایی بخوریم، بالاخره به نظرم یه شما رو خیلی خسته کرده. نه خیلی، اصلا بله، خیلی درخشان بود، خیلی ممنون. ببخشید
یه قسمتی باید ببینیم؟ بله. اگه اجازه بدیم اونو ببینیم. سلام، به بخش موسیقی ملل رسیدیم. امشب قراره بریم به کشوری که به مجموعه جزایر بودنش معروفه، همچنین ساحل فلامینگو. بله، پورتوریکو، کشوری که در شهر قدیمی سنخوانش خونه های رنگی به زیبایی در کنار هم دیگه هستن و سنگ فرش کنار ساحل هاش هم خاطر انگیزه برای گردشگرایی که اونجا رفتن. چقدر دلنشینه که در حالی که کنار ساحل اونجا قدم میزنیم به موسیقی از ریکی مارتین گوش بکنیم به نام The Cup of Life، جام زندگی، که سال 1998 هم موسیقی جام جهانی بوده. با هم ببینیم و بشنویم اجرایی درخشان از این قطعه رو که خوشنوازهای موسیقی ایران اون رو برای شما اجرا قرار بکنن. بفرمایید. بله، اینم از این قسمت. چقدر موسیقی کشورها با هم فرق میکنه، توجه کردین؟ بله بله. توی هر کشوری حالش یه جوری، حالش و آره. مدلش و آره. جالبه نه؟ خیلی چیز جالب. یه تابلو هم داشتم میخواستم بهتون نشون بدم که شما اینو ببینید. ببینید از هر شکلی که هست چند تا دونه هست توش، مثلا چند تا کیفه، چند تا مثلا لوازم تحریر، چند تا هستش. عجلم نکنیم. اوکی. فکر کنم یه کافیه. بس دیگه. درسته؟ آره. جهت اینه که فقط از نظر حافظه ای بدونید که بازی رو با بچه هم بگردم. جدی؟ چه چاله؟ یعنی چی؟ یعنی هم تصاویر بشن، تصاویر نشون میدادم یا اینکه یه کارت. سلام. سلام قربونت بازم. این بچه سلام. یکی برش گل آوردین، من گفتم که بچه ای داریم. بله، خیلی خوبه. بله 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 بله. آره سلام، اسمت چیه؟ تو را سننه قربون از بازم به تو. آخ آخ، این چه طرز حرف زدنه؟ من درست حرف میزنم، میگم تو را سننه قربون از بازم. باشه، نباید بگی چشم میگم به شما. چشم میگم به شما، تو را سننه قربون از بازم. سلام کردی؟ سلام، معلومه که سلام میکنم. آفرین، سلام کرده. بله سلام، بله سلام. دست و دلباز اومد، بلاخره. برای شما گل آورده، شما رو دوست داشته. دیدی؟ دستم درد گرفت، اینقدر که بزرگه. خیلی این گلدونه خوشگل، واقعا ممنون ازتو. من یه گلی آوردم فقط برای یادگاری. میدونم یادگاری گفتم... خیلی بزرگه. این یادگاری بزرگ... با بانت آورده یا کامیون. ببین بچه، به خاطر خودت این کوچولو رو آورده، ولی خوب میخواستی که بزرگ. آره میدونم، زحمت کشیدم. ببین دورریز گلم من 100 تا اینه، فهمیدی؟ نه 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 نه، دورریز گلم چیزه این یه سره آخه بابا دست بگیر. نه 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 حرف چیز نمیزنی ها. خب گوش بده باشه، کنترل کن، نفس عمیق بکش. ببین از مادر نزن باز باز دعوا. من چرا ناراحت؟ چه اعصاب نداره؟ شما بهش بگین آره کنترل بکنه، کنترل کن، نفس عمیق بکش، 4 تا نفس عمیق بکش. آفرین آفرین، آدم عصبانی میشه. آره یه چیز کوچیک ناراحت شه. خجالت نکشید، این گل ما دست نوردو. اخ اخ، چه تزرف زدن. چی تو رو نست؟ تماس تماس، تو یه حرف میزنی این وسط نمیذاری من حقم رو بگیرم. آخه الان مشکل تو چی؟ نه از تو باخچه کندی؟ این رو اینقدر خصیصی؟ خجالت نمیکشی؟ هی گفتن گل آورده، گل آورده، گفتن الان یه درخت آورده برای من. ببین بچه جون گوش بده، همه خوشحال میشن یه همچیزی کوچولو قشنگ بیارن. اینو من خیلی بهش فکر کردم. آره. برای درست کردم. آره درست. الان من ناراحت شدم. وای وای وای، الان میام از دل در میادم.
آخ آخ این چه طرز صحبت کردن. خب نمیخوام از دلم در بیاری. اصلا من ببین این گلو برمیدارم میبرم خونمون. میدم به یه بچه‌ای که خوشحال شه. آها. ببینم کدوم بچه من خوشحال شه. من هم دوتا گل بهت میدم بذار روش. بده. داری گل؟ آره 450 تا. اصلا آخه ها؟ این چون کارش گل فروشی آخه. گل دوست داری؟ معلومه که دوست دارم. اگر گل دوست داری چه فرقی میکنه که 10 تا باشه یا 3 تا باشه؟ مهم اینه که من به فکر تو بودم. برای تو گل آوردم. حالا ناراحتی؟ نه من حالا دلست. من الان زنگ بزنم. نه منم به فکر تو بودم. الان یه برگ از درخت میکنم بهت میدم. بچه بیا برو، بیا برو، ما میخوایم گفتگو بکنیم. ببین، بیا برو. من اصلا یه فکری میکنم. داره. من تو رو یه روز میبرم کوه. میریم با هم بالا. واقعا؟ آره. و میدونی که توی کوه توی ارتفاعات گلای وحشی هست. گل زیاده. تا دلت بخواد میتونی گل ببینی. ولی نکنیم دیگه، خب فقط گل ببینی. تو خود منو میبری. تو رو میبرم. اگه الان قول بدی که حرف زشت نزنی. عزیزم من خیلی تو رو دوست دارم. منم تو رو دوست دارم. آخه یه بود چرا؟ این بهترین گل بود که به من هدیه داده بودم. درسته کوچیکه ولی تو قلب من بزرگه. اوه ببین من مامان ندارم. میشه مامان من بشی؟ خیلی خوب دیگه حالا من تنهایی در بیاری قربونت بدم. باشه. تحماس من اونجا کتک میزنم. چی شد؟ یه جلوشو بگیری هر موقع میخواد منو تحماس نه به کتک؟ بچه برو من میام با تو. ببخشید نباید میگفتم تو منو کتک میزنم. آقای تحماس از شما انتظار نداشتم. نه من برای تو توضیح. نه اشتباه کردم. اشتباه کردم. بچه بیا به من بگو. خیلی خوب بعدن حالا که موقع بحث شد ولی آخه اصلا این کار درست نیست که دست رو به من با خودت میبرن دیگه تو دست به من نمیزنی. الان شما نمیرین نصف زیر زمین من بعدن براتون توضیح میدم. باشه ولی خشونت فکر نمیکنم شما. تو دستشو برد سمت کمربند. تنها خدا بچه بیا برو برو ما میخوام گفتگو بکنیم. بس بیا منو نجات بده. مامان من قول میدی؟ قول میدم ولی نه قول من قربونت برم. عزیزم دوست دادم. آه من از دور باز مات میفرستم. مرسی خیلی ممنون. خیلی خوب برو من میام با تو صحبت کنم. منو با تحماس تنها نزدم. نه من تو آقای تحماس بیا بعدش با هم میریم کوه. خیلی ما این تابلو رو نشون بدیم ببینیم الان که چقدر یادشون مونده خانم آسایش این تعداد رو. کیف چند تا بود؟ هشتا بله هشتا. گونیا چند تا بود؟ گونیا هفتا بود. بله مداد هفتا بود. بله تراش تراش توش بود؟ بازه؟ تراش نبود توش. دفتر چند تا بود؟ دفتر توش هفتا. خب میذاریم که خودتون ببینید چقدر درست بوده چقدر. اون تراشه. بازه؟ انقدر دیگه از این تراش ها ندیدیم یادم رفته این تراشه. همه رو که اشتباه گفتن. سه تره تره تره. نه همه رو اشتباه نگفتیم نه. هشتا کیف رو درست گفتم. بله. هفتا گونیارم درست گفتم. باریکلا هشتا کیف گفتم. هفتا گفتم. هفتا گفتم. بله. نه اصلا بحث چیز بله. نیست. بحث این استش که بحث اینه که من تراشو اصلا ندیدم. میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. ما یه چیزی داریم به نام تصور. تصور خودتون بهتر میدونید چیزایی که ما در گذشته برامون اتفاق افتاده. یه تصاویری دیدیم، یه چیزایی دیدیم، عکسایی دیدیم که اون همیشه یه تاریخ تو سر ما هست. وقتی ما میگیم یه نفر داره تصور میکنه یعنی داره اون تصویرا و اون عکسا داره یادش میاد. میخوام یه چیزی که شما تصور دارین همیشه تو سرتون رو برای ما بگید. هر لحظه‌ای که قشنگ تمام جزئیات یادتونه. باشه. خب من دوست دارم لحظه اون روز صعود قله‌مو بگم. خیلی عالی. به قله دماوند که
روزی که قرار شد بریم، حالا دلشوره قلب من داره میزنه. از شب قبلشم به همه گفتم که خب من دارم میرم، هیچ کس هم جرات نداره به من بگه که چرا داری میری و ما نگرانی، میدونن که نباید این حرفا رو به من بزنن. خودم یک آشوب عجیب و غریبی توی دلم داشتم که هنوز حسش یادمه و دوستم اثر که حالا در واقع اون ما رو برد. پنج نفر بودیم، از این پنج نفر سه نفر صعود کرده بودن، دو نفرمون تا حالا صعود نکرده بودیم. خب ماشین گرفتیم، صبح زود رفتیم پلور، بانت پیاده، اونجا پیاده شدیم، قاطر اجاره کردیم، کوله ها و اینا رو گذاشتیم رو قاطر، قاطر رفت به سمت پناهگاه. ما یه هایک خیلی معمولی بود تا برسیم پناهگاه. داستان روز بعد قرار بوده اتفاق بیفته. وقتی که می رفتیم به سمت پناهگاه، همجور که به پناهگاه نزدیک می شدیم، من یک توده سیاه، ابر سیاه جلوم می دیدم و نه قله می دیدم، نه پناهگاه می دیدم. همه چی تیره و ابری و تاریک بود و خب این دلشوره بیشتر شد. رسیدیم اونجا، دیدیم یه نفر با برانکارت رو بردن پایین، این دلشوره بیشتر شد، تاریکه، گفتن که مجروح داشتن و هوا بد شده، دارن میان پایین. ساعت تقریبا فکر میکنم 6 بعد از ظهر بود، ما قرار بود که صبحش دوباره بریم به سمت قله. حالا من تمام مدت دارم میگم چی شده که مجروح شده، چه اتفاقی افتاده که مجروح شده، دیتیل میخواستم ولی خب هیچکس جواب نمیداد. حالا تون تر میگم، این قسمت رو خوابیدیم، آماده شدیم ولی نخوابیدیم. از لحظه ای که من رفتم توی کیسه خواب، صداها 10 برابر بود. صدای باد معمولی نبود، صدای واقعی باد. آره، احساس میکردم که مثلا بلنگو گذاشتن و الان همه چی میخواد بریزه. صدای سکوت میشد. شما فکر کنید الان همه ما میخواستیم بخوابیم، امون گفته بودن ساعت 3 صبح بعد بلند شیم که بریم، سکوت میشد، یهو صدای ریزش سنگ میامد. احا. که من فهم میکنم کوه داره میاد رو من، در صورتی که فقط سنگ داشت میریخت. خواب که نبود، بلند شدم و وسایلامون رو جمع کردیم، کوله همنامون رو گذاشتیم پشتمون. حالا قلب من که تو دهنم داره میزنه، صداشو تمام مدت دارم میشنوم، هی هم به خودم میگم نفس عمیق بکش، نفس عمیق بکش، چی نیست. چقدر طول کشید تو بالا؟ از پناهگاه تا بالا 5 ساعت. 5 ساعت. و لحظه بالا چه خبره؟ بالا رفتن همه چی آروم بود، ولی لحظه ای که دیگه داشتیم نزدیک می شدیم، شیب انقدر زیاد شده بود که دیگه قدمای ما مورچه‌ای شده بود و من دیگه فقط سرم پایین بود، فکر می کردم دیگه ممکنه هیچ وقت نرسیم. و همینطور که سرم پایین بود گفتن رسیدیم قله. لحظه ای که سرم پایین بود گفتن رسیدیم قله، من سرم آوردم بالا و این کارتونا، من اینجور عشقم هر چشم فوران میزد از خوشحالی و یک آره دیگه کار هیجان. فقط خوشحالی نبود، همه آره. چی بود، همه آره. چی باهاش بود. چه جوری بود از اون بالا تهران؟ نمیدونم اطراف خیلی غم انگیز اتفاقا. چرا؟ چون آسمونی که ما رسیدیم، چون دیگه صبح شده بود، آبی فیروزه‌ای، یک آبی که تا حالا ندیده بودم، زیباترین آبی فیروزه‌ای، سرمه‌ای، آبی اصلا خیلی زیبا. اینجا آسمون آبیه، بعد یهو یه خط قهوه‌ای. خب اون دیگه و دیگه نمیدیدی دیگه، قهوه‌ای. درست. ولی خب و بوی گوگرد. بوی گوگرد خود دماغه. چاله. ولی همه حسای مختلف داشت. چه جاله. تجربه خیلی کیف داره. نه خیلی. تجربه شخصی توی حالا ورزش خیلی
چیز غریبی، آدم خودش با خودش تنهایی به یه درک جدیدی میرسه از یه محیطی، از یه وضعیتی. دقیقاً. خیلی جالبه این. و اینکه یک چیزی که همیشه خیلی بزرگه و همیشه تصورش سخته و خیلی هم شاید بهت تو اون موقع گفته باشن خب تو که نمیتونی، نمیشه و مثلا مگه ممکنه، ولی وقتی که میشه و تموم میشه و یه کار سختی رو تموم میکنی، بله فجر ندی، منو فجر ندی، برو عقب تا بزن. ببخشید. نه نه گفتم اینجا جای منی. ببخشید. چیه نمیه اینجا؟ نه جوی من میخوای. ببینید. این مگسی ماست، بله. اینم پشه ماست. سلام مگسی، سلام من. سلام پشه، خوشگل هستم. چی هستی؟ خوشگل هستم، خوشگل بابا. خوشگلی؟ اسمش خوشگل بابا. اسمش خوشگل بابا. سلام خوشگل. خیلی مگسی. خوش آمدین، خیلی باشایی. مرسی، خیلی متشکرم. شما برای چی اومدین اینجا؟ ببخشید، ما داریم صحبت میکنیم. برای چی اومدیم؟ این عجم، ببخشید، من قبلش با مهمانی شما یختی من سلام علیم، سلام، حال شما خوبی؟ خوش هستی؟ شما اسمت چیه؟ بندی پشه هستم، دوستان من میگم مسکیتو. چیش؟ مسکیتو. مسکیتو، بله بله اسمش مسکیتو. خیلی خوش هستم. یا من به تو مسکیتو بگم یا پشه؟ وارد شدی. خیلی جلو نرو لطفا. بله. بنده از شما تقاضایی که ندارم، ما یه جایی اینجا داریم، بنده به ایشون 1800 دفعه گفتم از اینجا رد نشون. آها مگه سید برای چی میای اون بر؟ مگه بهت نگفتم اون بر نرو، جای پشه هست. بابا چی میشه مگه اومدم رد نشم دیگه، یه مهمون اومده گفتم بیا ببینمش کنه آسایش اومده. مگه شما خانم آسایش رو میشناسی؟ آره ما دیدم این تو فیلم ها دیدم، تو گوشی ها دیدم، سینما دیدم. چقدر خوشحالم که منو میشناسی. آره اومدم از شما میشه خواهش ببری کو با خودت، میشه خواهش کنم ببرمت کو؟ آره آخ دوست داره بره کو. آخه به همین نمیتونم ببرمت کو، واقعا دلت میخواد بری کو؟ من خیلی دوستم ببینم والا آسمون چه رنگیه. چیکار میکنن؟ ببین وقتی شما کو تشریف میبرین، من کوه میرم. به صورت تفریحی تشریف میبرین یا حرفه‌ای؟ هر دو، یه وقتایی تفریحیه، یه وقتایی که دیگه مثلا میخوام یه کاری رو انجام بدم. سوالاش مشکوکه. پس چکاپ هم حتما چکاپ خون داندی؟ چکاپ خون؟ بله بله. این مشکوکه این سوالا، دیگه ول کن این سوالا رو. چکاپ خون مهمان ما هستن خانم آسایش. اصلاً اصلاً اینقدر خون بدمزه‌ای دارم که خبر نداری. خانم پرهیز کنید، مراقب باشید، این پنجره وا بوده، پشه اومده تو. نه پشه مسکیتو با من کاری نداره مگه نه؟ خیلی خوب بفرمایید بریم، ما میخوایم گفتگو بکنیم. بله. پس من دیگه با شما میتونم بیام کو؟ آره ببین اگه بخوای بیای کو، آخه بفرمایید شما. ببین اونجا تو کوه، بله، پر از مگسه. باشه خب میام. مگسای وحشی. بعد این مگسایی که تو کوه هستن اصولا کمی ورزشکارن، قوین. مگس کوهی هم مگس کوهی هم به ارتفاع عادت دارن. بعد اگه اونجا تو یه وقت بحثت بشه یا یه کاری بکنی اونا خوششون نیاد، دعواتون بشه، من نمیدونم چیکار کنم. من نیفتم بیهوشم اونجا تو کوه تو ارتفاع. تو بیفتی یا اینکه تو مثلا بیای جلو دست پای من، من بیفتم. هیچ کوه نبردی، مگس با خودش کوه نمیبره آخه. خیلی خوب، خیلی وقت شما رو گرفتیم. بریم برای صرف شام. صرف شام. شامه؟ شام. بله. بله. شام رو آجر کنم بیا. قیمه خانم میخوان شام بکشم برای شما. این هنگ. بله. بله. اتفاقا من به شما گفتم بنده یک بار یک موفق شدم یک کوهنوردی رو ملاقات بکنم. خب. بله. خیلی با هم صحبت کردیم. خب سرانجام بنده به سرمنزل مقصود رسیدم. یعنی زدی؟ حالا شما اینو بگنید. نیست زده. آره بله بله. احساس میکردم هر روز من صعود کنم. خواب میدیدی؟ یعنی همش فکر نه 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 خوابه؟ هنوز احساس میکردم باید برم بالا. آها. از این جایی باید اکسیژن نداشتم، حالم بد مونده اینه. خب آره ولی خانم شما با تو باشی که کونورد نزدی الان هم این اتفاق دوباره ممکنه برات بیفته. نه بابا نه تن مخواهی نه تنها بری ارتفاع رو بالا. نه 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 شما چرا بالش گرفتی؟ با چما چرا بالش گرفتی بین من نه آفه یه جوری رفتار میکنه انگار خیلی تشنته. نه خیلی اصلا چون شما فکر من دیراکولام
نه تو خیلی هم ماسکیتای قشنگی هستی ولی خواهش میکنم دستاتم شما کونورد قشنگی هستی دستیتونو بیار ببینم نه 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 جان خدا خواهش میکنم به جان خدا آیا حشره کش کجا نه نه این حشره تنارش اینه اجرایی نداری نه شما خودت یه خودی برای من بگو برای صرف شام چطوره بله حتما نه نه ایرج جان ایشون شامشون دیرتر میخورن شما یه خونده از خودت برام بگو چی بخوای بهت بگم یه هرچی دوست داری چی بگم یه خونه از چکاپت بگو از چکاپم بگم آره خونه چطوریه خیلی وقت چکاپ نرفتم جدی میگی؟ داور کن آها آره. دیگه نمیشه و اینکه آره خب این ریسک بزرگیه آره دیگه به نظرم که برای سلامتی خودت هم که شده بگیم تو دماغم نافتاده آره حالم بد شده الان این چه کاری بود من بخونم که انتختین مگل سیز میگه او سرما بردن چه دیگه مهمانمون خدافزی کردن و تشریف بردن ما هم دیگه وقت خوابمونه اینم بگم که یه بچه ای ما داریم اینجا از وقتی اومده آرزوش این بوده که توی آشپزخونه بخوابه آفرین بله الان قیمه خانم رفته اونجا برای جا انداخته خودش هم پیشش هست من خیالم راحته این به آرزوش برسه خیلی خوشحالم خوشحالی؟ خیلی دوستم تو آشپز خونه بخوابم دوست داشته دیگه اینجوری هر موقع بخوام میتونم بیام از تو یخچال خوراکی بردارم بخوابم خیلی خوب حالا بخواب دیگه امشب اونجا بخواب باشه؟ آفرین سردت شد به من بگو باشه باشه؟ یه جان قیمه قیمه خانم بخوابین دیگه اون کلات هم بردار مامان نه دیگه من کلا بخوابم کلت هوا بخوره با کلا نمیشه بچه بخوابه بچه باید کلاشو ورداره بخوابه مثلا ورنده میخواد چکار کنی؟ مثلا دیدی؟ خودش برداشته شد از کنه دیگه خودش افتاد دیگه خودش افتاد دوامون تموم شد تمومه بخواب کشمش کوچولو جان قیمه تماس تماس بله تماس بله شب بخیر شبت بخیر عزیزم آفرین که یاد گرفته شب بخیر میگه ببین آفرین تماس بسرم شب بخیر عزیزی میفرما شب شما بخیر شب بخیر شب شما بخیر فیگیری شب شما بخیر یکی بود یکی نبود خوب و خوش باشی یه بچه کوچولوی بود اسمش قیمه کوچولو بود قیمه کوچولو یه روز بدون اجازه مامانش رفت تو جنگل چرا بدون اجازه مامانش رفت تو جنگل؟ چون بچه بیشوری بود رفت تو جنگل خب فلفل نریختیم تو دهنش؟ حالا آروم باش آخرش میگم بهت مامان رفت تو جنگل خوشحال بود بچه بیشوره؟ آره همون این میرفت میپرید بالا میپرید پایین 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 حالا مردم خوابن مردم بالا پایین مردم خوابن ای همه خوابن چه خبره خب تو هم بخواب دیگه همه خوابن تو چه شما بخواب این چه طرز قصه گوییه چشم خیلی قشنگ بود دوست نداره گوش ندار بگینیم بخوابیم من صدای بلند نشنوم لطفا تماش خیلی ناز و ادا داری جدیدن نه بابا از اولم سوسول بود بخوابیم خب بخوابیم شب بخیر عزیز بی پناهم بعدش تماس 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 شب بخیر شب بخیر عزیز از کجا فهمیدی میخوام بگم شب بخیر دیگه بزرگ شدم میفهمم باشوری حالا بخواب دیگه باشم همه جوی تعریف کن هد بزن خب با کله بزنم ماما افرادو بنداز بگیر نه قصتم تعریف کن بنداز بنداز قصتم تعریف کن نه قصتم تعریف کن میندازم بیا نه قصتم تعریف کن بعدش این اوراق دیدش قیمه کوچولو داره گریه میکنه چه صدایی خود در میاری داره گریه میکنه آره مثلا دیگه تو نظر ندار عزیزم آتش زبانی یخ بیارم مجرد بخو شب بخو شب بخیر فقط آروم باشین خواهش میکنم بخوابین باشی شب بخیر عزیزی بیفرنا هم تماس تماس بله چی باید بگم شب بخیر آفرین یه پایین دیگه
یه شیر از لای برگ درخت اومد. شیر میخوام، شیر میخوام، بذار برم اتون یخچال شیر دارم داخونم اون برات. نه میخوام سرد بخورم. شرد شرد نماز. بله بله. چی میخوام بگم؟ شب بخیر. نه میخوام بگم شیر میخوری؟ بخوابیم بابا، بخوابیم ای بابا، بخوابیم. نمیشه بخوابیم که تمام یه بلر میشی دستات اینجوری اینجوری میکنی برای من. بگی بخواب دیگه، آروم بگی. نه فلفل بیا برم رو دستان تحماس. بچه برو جلو اذیت بر عجب گرفت. ببین ببین ساعت تکون نده برای من. حالا یه جا انداخته تو نه تو آشپزخونه فکر کرده کی؟ آروم باش ماما. بشده کی؟ آروم باش ماما. جوجه میگن جوجه. جوجه میخوام. جوجه است. جوجه کباب میخوام. چی گفتم من؟ تماس. چی گفتم من؟ مگه منو دوست نداری؟ آخ آخ مگه امشب نگفتم شب بخواب؟ چرا بچه خواب؟ سه چهار بارم گفتم. آفرین. سه چهار سیخ جوجه کباب میخوام. چی؟ سه چهار سیخ جوجه کباب میخوام. آره اگه قیمه خانوم بگه جوجه من میگیرم، ولی قیمه خانوم میگه خوردی. تا قیمه تو خدا بگو جوجه میخوای؟ میخوام، منم میخوام. جوجه میخوام. قیمه خانوم از شما بعیده آخه. میخوام، گشنه هستم. این وقت شب؟ اینطور است. بده تماس. تا نخوانم. همون شیر رو بخورین خب. شیر رو بدن. اول جوجه کباب. تانا خدا تماس. یه چشم آخه تماس. تو رو خدا تماس. تانا خدا. تو رو خدا. تانا خدا تماس. تو رو خدا به ما جوجه کباب بده تماس. تو رو خدا. تانا خدا خداحافظ شما لطف بعد تماس بدو. تماس بدو. تماس بدو. تماس بدو. تماس بدو. در شروع یه اتفاق دل تو مثل یه کوچه باقه، پنجه هات برگ چنار و انجیر، قلب تا ویزه بدون زنجیر. چه خوبه با عشق هم قدم بودن، چقدر شیرینه دوره هم بودن. تو این شب و تو این ماه بشونی، تو این ستاره این مهمونی. بارون میتونه که زیر یه چتر جمع کنه تموم آدم ها رو، بارون بوسه بارون شادی میشوره و میبره غما رو. سیمرغ پشت کوه قاف، بله قله نشین رویا باف، بله بله رویای منو بافی، بله شادی رو انداختی، بله با صدای چی؟ با صدای خنده، صدای آوازه پرنده، دور هم شب خوشی بلنده. هر ساعتی باییت مثل یه نقاشیه، عکس ماه توی حوض کاشیه، وقتی دلت از شادی لبریزه، شب مهمونی خیال انگیزه، شب شب توی ای سوپریشون، شب مهمونی ستاره بارون. تو باشی دل دنیا رومه، انقدر زلالی قلبت معلومه، رنگای شاد و کلاف کلاف بیرون بیار و رویامو ببار.